از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم لنج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام علیکم وقتتون بخیر باشه انشاءالله از خداوند منان طلب داریم که ما را جزء عباد خالص خودش قرار بده و بهترین هایی رو که نصیب بزرگان میکنه نصیب ما هم عنایت بفرماید امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و در اولین روز از هفته با توان و با عنایت خداوند متعال بهترین روز و هفته رو در پیش رو داشته باشید و ما هم بتوانیم در برنامه توضیح مسائل خدمتگزار شما باشیم. معذرت جناب آقای رفعتی عزیزمون هم سلام و عرض ادب و احترام. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. امیدواریم که با فرج امام زمان علیه السلام غم و غصه از همه مؤمنین دور بشه. به این امید این دعا رو با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا رحم الرحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. امیر مؤمنان صلوات الله علیه میفرمایند که فرصت ها مانند ابرها میگذرند، پس فرصت های نیک را غنیمت بدانید. نهج البلاغه حکمت 21. ان شاء الله که از لحظاتمون کمال استفاده رو ببریم و ما هم بتونیم در زمان و تایمی که مهمان خونه های شما هستیم بهترین لحظات رو براتون رقم بزنیم. بحث اقرار رو در روز چهارشنبه به پایان بردیم، پنجشنبه هم که پاسخگویی سوالات بود و انشالله امروز بحث جدید وکالت انشالله در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که باز هم در محکمه بهش نیاز میشه در مسئله مرافعات که البته مثل اقرار جاهای دیگه هم به درد میخوره بحث وکالت هست. بیشترین استعمال این کلمه رو که مردم شنیدن میگن فلانی وکیل گرفته، از خودش دفاع میکنه توسط فلانی. اما وکالت اختصاص به مسئله قضاوت و دادگاه نداره. شما وقتی خونه ای رو میخواید بخرید، خونه حساسه، کارهای قانونیش زیاده، نمیرسید شخصی رو وکیل میکنید این خونه رو برای شما بخره. شما میخواید اینجا اجاره کنید، شما میخواید یک کتابی رو بنویسید، هر تصرفی، هر کاری امکان داره شما شخصی را که توانایی این کار رو داره استخدام بکنید و ازش بخواید که این کار رو برای شما انجام بده. معلوم شد تو بحثای گذشته قراردادها بر اساس قصدها نامگذاری میشه. اگر من این خونه رو در اختیار شما قرار دادم به عنوان خرید و فروش، میشه خرید و فروش و بیع، به عنوان مصالحه، ولی نتیجه، ولو نتیجهش همونه، ولی اسمش میشه صلح. اگر فقط اجازه منافعش رو به شما دادم اسمش میشه اجاره. بنابراین باید ببینیم قصد شما از این نقل و انتقال چیه. یه وقتی من شخصی رو اجیر میکنم که این ساختمون رو برای من بسازه، معماری رو، ولو مثلا کلمه معمار و مهندس استعمال خارجیش اجرت نمیگن، اما حقیقتا اجیره برای اینکه این کار رو برای من انجام بده. یک طبیب
مبلغی که میگیره در مقابل عملش یک نوع اجیره، اجرت گرفته که این عمل رو انجام بده. ولی خب یه وقتی بناییه، یه وقتی هندسه پیچیده ساختمونه، یه وقتی عمل پیچیده جراحیه، اما همون اجاره است، همش در قالب اجاره. اما گاهی اوقات عنوانش عنوان وکالته، یعنی من شخصی رو وکیل میکنم، وکیل نماینده خودم قرار میدم. وکیل خودش مالک نمیشه، از ذینفع نمیشه، واسطه است بین صاحب پول و اون شخص مقابلی که میخواد باش معامله رو انجام بده، اگر قصد معامله است یا اون کار انجام بشه. پس ببینید، اگر من رفتم پیش صاحبخونه، به صاحبخونه چی میگم؟ میگم آقا من میخوام خونه شما رو یک سال ازش استفاده بکنم، از منفعتش. صاحبخونه میشه موجر، من میشم مستأجر، وکالت نیست. اما یه وقتی میام پیش شما که صاحبخونه نیستید، به شما میگم که من نمیرسم، وقت ندارم، میشه برام بگردید یه خونه پیدا کنید با این مشخصات و اینطور؟ من هم شل حق و زحمه شما رو بهتون میدم، بابت هر جایی که میری، بابت هر خونه که میبینی انقدر، یا اگر خونه جور شد به امید خدا خونه رو که پیدا کردید فلان مبلغ رو من به شما حق و زحمه میدم، حتی اگرم پیدا نکردی فلان مبلغ رو، یعنی مشخص بشه اما و اگری هم نباشه. این میشه قرارداد وکالت. فقط نکات مهمش اینه، هم وکیل، همون طرف مقابلش که اصطلاحا بهش میگن موکل، موکل وکیل گیرنده است، اونم میشه وکیل. موکل و وکیل هر دو باید بالغ عاقل مختار باشن. بالغ معلومه، بچه نمیتونه موکل باشه، نمیتونه وکیل باشه. اگرم اموالی داره میخواد تصرفاتی انجام بشه، ولیش اون تصرفات رو میکنه، ولیش وکیل میگیره در تصرفات. باید عاقل باشه، دیوانه تصرفاتش فایده نداره، بنابراین وکیل گرفتنش هم به درد نمیخوره. میگن خب وکیل که نمیتونه، باید یه نفر رو بگیره که کاراشو انجام بده. دیوانه نمیتونه وکیل بگیره، مجنون ولی داره مثل بچه و صبی، ولیش میتونه وکیل بگیره اگر خودش نخواست و به مصلحت بچه بود که برای این کار وکیل بگیره. همچنین سفیه، سفیه هم نمیتونه وکیل بگیره. چرا؟ چون ممنوع از تصرفه. این که میگیم نمیتونه وکیل بگیره، یعنی چیزی که هزینه بره. حالا یک نفر اگه گفت آقا من حاضرم تو این قصه دادگاه از طرف تو وکیل بشم، از تو دفاع کنم، تو آدم بی دست و پای هستی، نمیتونی حق تو پس بگیری، من حق تو برات میگیرم، هیچ چیز ازت نمیخوام، اشکال نداره، میتونه وکیلش بشه. اما یکی کسی رو وکیل کنه که یه مثلا فلان مبلغ، من 10 میلیون به شما میدم اگه این خونه رو برام از چنگ فلانی در بیاری، و نه نمیتونه. چرا؟ چون توان داد دادن این 10 میلیون رو به اون شخص نداره. آدم صافی اصلا نمیدونه کیو وکیل بکنه. کسی که تخصصش مثلا تو امور جنایی هست وکیلش میکنه، تو امور حقوق خانواده و خانواده و چیزای دیگه که ربطی به تخصصش نداره، متوجه نیست، ملاکات دستش نیست، لذا ممنوع از تصرف شده. باید قصد داشته باشن. استثناءاتی هم داریم در این رابطه، مثلا کودک با این که از لحاظ سنی سن بالغی نیست، ولی مثلا بتونه قدرت تمیز داشته باشه، اشکال نداره، ولی چون بچه هست نمیتونه. اون مسئله چیز سفاهت نیست، اصطلاحا به اینا میگن محجور. بحث حج رو خوندیم، هم بچه محجوره، هم مجنون، هم سفیه، چون اینا ممنوع از تصرف هستن. حالا بچه و دیوانه ولی دارن، ولیشون میتونه وکیل بگیره گفتیم، اما سفیه نه، ولی نداره، خودشه، اجازه از تصرف هم نداره، نمیتونه در اموالش تصرف بکنه. حالا در جای خودش گفتیم که اموراتش چطور میگذره. بنابراین در بحث وکالت دو تا نکته رو خوب توجه داشته باشیم: وکالت در وادی غیر جنایات، نزاعات، اختلافات، همین معاملات و خونه رو دیدید افراد ثروتمند وکیل دارن، خودشون وارد اجرایات نمیشن، اصلا بحث دعوا و نزاع هم نیست. یه وکیل نگاهی خود 10 تا وکیل داره، 15 تا وکیل، 50 تا وکیل، هیچ اشکالی نداره، میتونه هر 50 تا وکیل رو برای یه کار نصب کنه که هر کدوم جداگانه انجام دادن اشکالی نداشته باشه، میتونه 50 نفر رو جدا جدا برای هر کاری نصب کنه، امور مربوط به کارخونه با شما، امور مربوط به اداره با شما، امور مربوط تقسیمشون کنه. در محدوده ای که به وکیل اجازه تصرف داده شده میتونه تصرف بکنه. پس معلوم شد دو وادیه. وادی دوم وادی نزاع و دادگاهه. میاد پیش قاضی، محکمه تشکیل میشه، میبینه خودش با قوانین آشنایی نداره، بنابراین اگه بخواد حقش رو استیفا کنه باید با کسی که آشنایی با قوانین هست صحبت کنه، از او میخواد بیا استیفای حق من رو بکن. بنابراین اصطلاح وکیل در بحث محکمه و قضاوت از اینجاست، و الا وکیل معناش خیلی وسیع‌تر از اینه.
هر کسی تو هر کاری میتونه هر شخصی رو وکیل بکنه، به شرطی که مانعی درش نباشه، به شرطی که اون کار کار خلاف شرع هم نباشه. این مهمه. من یکی رو وکیل کنم که برو خونه فلانی رو خراب کن، یکی رو وکیل کنم برو فلانی رو یه ضربه غیر مشروع بهش بزن. اینا میشن اجیر تو این شرایط؟ نه، که عرض کردم اگه اجیرش کنه این اصطلاح اجرت، اما اگه او رو وکیلش قرار بده. وکیل یعنی چی؟ یعنی هم کار اجیر رو انجام میده، عین همون صلح و بیع میمونه، فقط بستگی داره به قصد شما و به اون به اصطلاح ما، به اصطلاح ما کلماتی که به کار میبرید در استفاده از این شخص. من شما رو اجیر میکنم که این خونه رو بسازید، شما از طرف من وکیلید که این خونه رو بسازید، این میشه وکالت، اون میشه اجرت، اجیر شدن. لذا ببینید بحث اجرت وکالت هم عین اجرت اجیره. اگر مشخص کردن همون اندازه که مشخص شده باید بهش بدن، اگر مشخص نشده باید ببینیم در عرف مردم این کار چقدر قیمتشه، اونو بهش بدیم. بله، اجیری که مثلا این کار انجام بده روزی چقدر مزد میگیره، ماهی، سالی یا پروژه‌ای، وکیلی هم که این کار انجام بده چقدر در عرف مردم حق و زحمش هست، اون رو بهش پرداخت میکنن. نکته دیگه که باز در بحث وکالت مهمه و حتما باید توجه بشه، انشالله امروز تمام نمیشه، بحث وکالت رو ادامه میدیم چون جهاتش خیلی وسیع هست و مفصل، اینه که وکیل اجازه در تصرف داره. کلمه اجازه در تصرف چند جا به کار میره. ببینید، من یه وقتی مالک این خونم، مالک خونه میتونه در خونه خودش تصرف کنه، خونه که مال خودشه، خونه که مدیون کسی نیست، نه سفیه نه مجنونه، ملکشه، میتونه در خانه خودش تصرف بکنه. خب منی که صاحب این خونه میتونم در این خونه تصرف بکنم، منی که صاحب این ماشینم میتونم در این ماشین تصرف بکنم، منی که صاحب این حساب بانکی هستم میتونم در این حساب بانکی تصرف بکنم، میتونم شخص دیگری رو هم وکیل بکنم که همین تصرفات رو برای من انجام بده. پس یا مالکم یا معزون از طرف مالکم اذن دارم. کسی که معزون از طرف مالکه اصطلاحا بهش میگن وکیل. یه کلمه دیگه هم داریم اینجا که انشاءالله در جای خودش اگر شد اونم بازش میکنیم، ولی، همین که الان چند بار گفتیم. ولی هم اجازه در تصرف داره. ولی بر سبی بچه، ولی بر مجنون دیوانه کاراش انجام میده، به عهده اوس، پدر، پدر بزرگ. فرق ولی با وکیل چیه؟ پدر ولی بچه نیست، وکیل بچه نیست، ولی بچه است، ولی نه وکیل. هر دو اجازه تصرف دارن، اما فرقشون چیه؟ وکیل اجازه تصرفش رو از مالک گرفته، ولی اجازه تصرفش رو از خدا گرفته. فرقش اینه. یعنی اجازه تصرفی که ولی نسبت به اموال بچه و مجنون داره شرعیه، این قراردادیه در وکیل، طبق قرارداده. لذا قبل از قرارداد این حق رو نداشت، بعد از تمام شدن وکالت هم این حق خود به خود از بین میره. وکیل بعد از آنی که وکالتش تمام شد یا عزل شد هیچ گونه تصرفی نسبت به این مال دیگه نمیتونه بکنه. اما ولی تا زمانی که ولیه، تا زمانی که این بچه است، تا زمانی که این مجنونه، تا زمانی که این ممنوع تصرف نسبت به سفیه حاکم شهر، اختیارش رو داره. پس وکیل محدود است، موقت الوقت است، او دائم الوقت. نه، ولی هم دائم نیست، تا زمانی که ولیه، اونم تا زمانی که وکیله. اما فرقش چیه؟ نمیتونیم زمانش، ممکنه کسی وکیل بشه 50 سال زمانش هم از این. بله، فرقش اینه، این قراردادی و طبق قرارداد باید بهش نگاه کنی. این از طرف خداست و قراردادی از طرف خداست، شرایطش هم خدا بیان فرموده. لذا در ولی گفته شده تصرفش باید به نفع سبی و مجنون باشه. بنابراین اگر خودش میتونه تصرف بکنه و مشکلی هم نداره، حق نداره وکیل بگیره. چرا؟ چون وکیل هزینه داره. برای چی میخوای هزینه بدی وقتی خودت میتونی انجام بدی؟ بله، هزینهش خودت میخوای بدی، بده، تبرع کن. اما اگر از بچه و محسوبه به فرض، بله، در ولایت این هست که حتما باید با این شر ولایت فقیه هم اتفاقا بحثش داخل در همین، اونم یک نوع از اون ولایت ها و اجازه تصرف هاییست که از طرف خدا قرار داده شده و بحث های خودش. اما وکیل چی؟ لذا باید ببینیم، مثلا میگن فقیه وکیل مردمه؟ نه، میگن ولیه در مسائل شرعی. پس معلوم شد وکیل اجازه تصرف داره، اجازه تصرفش رو از موکلش گرفته، مال خودش نیست، پس در محدوده قرارداد وکالته. اگر شخصی رو وکیل کرد فقط نسبت به فروش، فقط میتونه بفروشه، نمیتونه اجاره بده. اگر کسی رو وکیل کرد فقط برای ساختن، فقط میتونه بسازه، هیچ کار دیگه
نمیتونه بکنه. اگه کسی رو وکیل کرد فقط برای بررسی، فقط میتونه بررسی بکنه، بیشتر از این نمیتونه کاری بکنه. در ولی هم همینطوره؟ نه، ولی دایرش بازه. بله دایرش، هر چیزی که به صلاح بچه است میتونه انجام بده. در وکیل و وکالت که قرارداد دو طرفیه، عربی شرط نیست، فارسی و به هر لغتی هم میشه. آقا من شما رو وکیل کردم که این کار رو برای من انجام بدین، من شما رو تا 6 ماه وکیل خودم قرار دادم، نسبت به تمام اون چه که این کارخونه نیاز داره، وسایل میخواد، مشتری پیدا کردن میخواد، فروختن میخواد، هر کاری که این کارخونه داره شما انجام بدید، شما وکیل تام الاختیار من نسبت به این کارخونه هستید. اون وکیلی که برای بحث عقد هم انتخاب میشه، اون هم نیاز اجباری بر صیغه عربیش نیست، فقط وکیل میشه. در وکالتش نه، شما رو بنده رو وکیل میکنید، اونم میگه بله مشکلی نیست قبوله، اما وقتی صیغه نکاح رو میخونه باید عربی بخونه. آفرین. عقد نکاح قراردادی است که حتما باید به لغت عربی خونده بشه و همون کلمات مخصوص. اما وکالت نه، اینطور نیست. کم که خرید فروش هم گفتیم لازم نیست حتما به صیغه عربی گفته بشه، میتونن با هر لغت دیگه، حتی با اشاره او رو بیانش کنن. وکالت هم همینطور، وکالت هم حتی اگه طرف با اشاره متوجه شد، مثلا 6 ماه وکیل بوده ازش خوشش اومده، بهش میگه من هنوز وکیلم، اینجوری میکنه، یه لبخندی بهش میزنه که مشخص راضیه، میگه برو، خب کافیه، وقتی فهمید اندازه رو میتونه بره تصرف بکنه، محقق بشه اذن او از تصریح زبانش و از اشارهش انجام بده، یا از نوشتهش، یه نوشته نوشت فرستاد برای طرف، اتفاقا 6 ماه بعدم رسید دستش که تو از طرف من وکیل هستی که آنچه این خونه نیاز داره انجام بدی، تعمیرات میخواد، فروش میخواد، اجاره باید بشه، اجاره داده بشه، هر چیزی صلاح این خونه است شما انجام بده. از زمانی که این وکالت رسید دستش میتونه در این خونه تصرف، در حالی که تو قرارداد ما گفتیم باید بین ایجاب و قبول، به اصطلاح بین این طرف قرارداد اون طرف قرارداد فاصله نیافته. مثلا در عقد نکاح اگر طرف دختر گفت انکحتو موکلتی، یا خودش گفت انکحتو نفسی، 4-5 دقیقه بعد، نه بیشتر، 4-5 دقیقه بعد میخته فکراشو کرد و بررسی که گفت قبلتو، میگن به درد نمیخوره، باید قبول به ایجاب متصل بوده باشه. ولی وکالت نه، هر زمانی هر کدوم از اون دو طرف خواستن میتونن معامله رو به هم بزنن، قرارداد وکالت رو باطل کنن. موکل نشسته اینجا، یکی میاد بهش میگه آه فلانی آدم درستی نیست، تو وکیل خودت کردی، 6 ماه وکیل من بود، تو این کار یه قدم بر نداشت، پول زیاد میگیره، کاری انجام نمیده، میگه من وکالت رو ساقط کردم، لازم هم نیست خبر به گوش اون برسه، به مجردی که وکالت رو ساقط کردم وکالتش ساقط میشه. حالا اشاره جزئیاتش رو بعد بیشتر خواهیم گفت، تا خبر به خودش برسه تصرفاتش درسته ولی ساقط میشه. وکیل هم هر زمانی که حوصله‌اش سر رفت، گویی موکل حق ما رو خوب نمیده، زحمت میکشیم، پدر ما در میاد تا یه اجرتی به ما بده، من دیگه وکیلش نیستم، ساقط میشه. نتیجه میگیریم وکالت از عقود لازم است یا عقود جایزه است؟ جایزه. جایزه. اینطور نیست که به هم زدنش باید دو طرفی باشه، یک طرف نیست. هر کدوم هر خواست پشیمون شد میتونه وکالت رو به هم بزنه. یه اشاره هم راجع به وکالت در بحث قضا بکنم، ان شاء الله بقیه بحث وکالت باشه برای بعد. در محکمه یا گاهی اوقات در قراردادهای خارجی هم اینطور هست، می نویسن که من از طرف شما وکیل هستم در این پرونده، در این پرونده جنایی یا در این پرونده حقوقی یا این پرونده خانوادگی، که تا رسیدن شما به حق حقوق و خواسته هات من تلاشم رو بکنم و انقدرم اجرت می گیرم، انقدرم هم به اصطلاح حق الوکاله می گیرم. قرارداد می نویسن، امضا می کنن. خب آیا وقتی قرارداد نوشته شد و امضا شد، موکل پشیمون شد، دید این وکیل خوب کار انجام نمیده، گفت نمیخوام این وکیل رو، آیا وکیل میتونه این کاغذ بگیره دستش بگه که ببین خودت امضا کردی دیگه نمیتونی منو عزل کنی؟ وکالت قابل عزله، اینطور نیست که نتونه عزلش بکنه. همین الان گفتیم دیگه، هر زمانی میخواد یک طرفه، یا طرفی که طالبه به وکالته و گاهی که طرفی که قرار کاری وکالت انجام بده میتونه حذف کنه. اصلا خود اصل وکالت، اصل وکالت عقد جائزه، قابل فسخه. حالا اینی که بعضی جاها می نویسن وکالت بلا عزل، ببینیم درسته یا درست نیست، اینو باشه طلبتون. حالا میخوایم بیام سراغ محکمه که خیلی وقت گرفته نشه. شخصی وکیل شد، آیا باید هر جوری شده به نفع موکلش حکم رو بگیره؟ حتی اگه براش ثابت شده از رو قرائن که موکلش آدم جانیه، آدم ظالمیه، آدم دزد و حق خوریه، باید هر جور شده حق رو برای او اثبات کنه؟ نه، من وکیلشم، به هر قیمتی شده میخوام بالاخره
سهم من بیشتر بشه، وقتی برای وکیل ثابت شد که خواسته اونا مشروعه، نمیتونه از او دفاع کنه در محکمه و در محضر قاضی و اثبات بکنه که حق با اونه، با توانی، با قدرت، با کنار هم گذاشتن قوانین ثابت کنه حق با اونه. این جایز نیست، شرعاً حقوقی هم که میگیره درست نیست. یه مطلبی رو در بحث قضاوت مقدمه بر هر امر دیگری میشه. در قضاوت هم همینو گفتیم، گفتیم قاضی باید حتما حکمش بر طبق شرع باشه. لذا اگر یه عده‌ای میشد نشستن دور هم دیگه روی یک مصالحی حکم رو قرار دادن و حکم کردن و این حکم مطابق با شرع و دین نبود. نیست، این حکم هیچ قدرت اجرایی، هیچ قوه اجرایی نداره، هیچ ارزشی نداره و اون کسی که این حکم رو صادر میکنه و اون کسی که این حکم رو اجرا میکنه و تمام اینها روز قیامت مسئولن. حالا هم ما و هم شما هم بقیه دوستان حتما از این خبرهایی که امروز پخش شد حتما نگران هستیم و ناراحت، امیدوار هستیم که این خبر درست نبوده باشه که نسبت به خصوص مؤمنین شیعیانی که در عربستان حکم اعدامشون ظاهرا اجرا شده. چون بحثمون هست دارم اشاره میکنم، محکمه‌ای که بر اساس باطل پایه و اساسش گذاشته شده ما بهش معتقد نیستیم. ما میگیم بر اساس شریعت. لذا تو کشورهای آزاد دنیا میگه مسلمونه بره دادگاه خودش، مسیحیه بره دادگاه خودش، بر اساس دینش حکم بشه، چون شرع گفتیم مقدم. بله، بنابراین اگر مثلا یک مسیحی شراب خورد مجازاتش میکنن در کشور اسلامی؟ نخیر. چرا مجازاتش نمیکنن؟ میگن به دین خودش آزادش. پس اگر من در عقیده خودم عملی رو انجام دادم به این خلاف، حتی تو بحث تقلید، من مقلد مرجعی هستم که این کار رو جایز میدونه، مرجع دیگه این کار رو جایز نمیدونه، میتونن من مجازات کنن بر این کار؟ میفرمان نه. خیلی مشکل بحث قضا. اون روایت ابی لیلا رو گفتیم یا وقت اشاره کردیم، عرش خدا به لرزه در میاد از حکم ناحق، خصوصا از حکمی که بخواد خونی ناحق به زمین ریخته بشه و دیر یا زود اساس ظلم با این جور حکم ها برچیده خواهد شد. ما منتظر اون روز هستیم که کسانی که با حرفاشون، کسانی که با کاراشون، کسانی که با قضاوتشون سبب میشن خونی به ناحق ریخته بشه، بازم میگیم انشالله که این خبر درست نباشه، اینها تو همین دنیا قبل از آخرت مجازات میشن و به زودی خبر سقوط و نابودیشون رو تمام اونهایی که معارض اهل بیت هستن و شیعیان اهل بیت خواهیم شنید. بنابراین این خیلی مهمه تو بحث قضاوت، تو بحث وکالت، که انسان بشناسه حق را و بر اساس حق مشی کنه، نه بگه من پول گرفتم بر اساس خواسته ها و مصالح خودم باید پیش برم. امیدوار هستیم خدا به حق امام زمان علیه السلام با فرجشون دلمون رو شاد کنه، عالمی بدون ظلم و پر از عدل به هممون نشون بده ان شاء الله. الهی آمین. ممنون و متشکر، بسیار زیبا و ممنون. با ما همراه باشی، سوالاتتون رو در بخش دوم برنامه بپرسید. سلام و درود خدا بر پیغمبر و آل طاهر و پاکش و سلام خدا بر اونهایی که در راه عقیده ثابت قدم هستند، ولو اینکه جان ببازند، ولی به این امید که انشاءالله مقدمات ظهور حضرت فراهم بشه. اخباری که به ما رسیده ظاهرا اجرای حکم شیخ نمر، شیخ فعال و جهادی عربستان به همراه 46 نفر از یارانش، ظاهرا امروز این کار علی رغم تمام صدهایی که در دنیا از جهت حقوق بشر و امثال هم بود، نگاه میکنیم اونهایی که ادعای نمیدونم پیشرفت دارن، ادعای انسان دوستی دارن، ادعایی دارن که ما حرفمون حرف پیغمبر و امثال اینها، این کار رو کردند و به ناحق در دادگاهی که حضرت آقا فرمودن مورد تایید ما نیست، به جهت اینکه به هر حال یک نظام باطل هست، حکم کردند و اجرا شد. بالاخره آقای مصیبونه که ظاهرا مجموعه، چون معمولا اهل باطل همیشه پوشش قشنگیم، آیه های قرآن همه میتونن ازش استفاده کنن، هم در حق هم در باطل. مثلا قرآن میگه سارعوا الی مغفرة من ربکم، برای کارهای خوب بدوید، واستبقوا الخیرات. اما اون خیرات کو، مغفرت کو، مصادیقش رو مصادیقش. هر کسی میتونه بگه آقا من فلانی رو دارم ظلم بهش میکنم و این ظلم رو خیرات میبینم، مغفرت میبینم. تشخیص این که این مغفرت و خیراته یا ظلم و جوره، این دیگه با شرعه، باید مراجعه کنی ببینید کدومه. الذين يحاربون الله ورسوله، هر کسی تو هر چی که دلش بخواد میتونه
انما ولیکم الله، هر کی در هر جا که میتونه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، هر کی در هر جا که میتونه میتونه تفسیرش بکنه، اما واقعیش که بیشتر نیست. این که فرمودید همراهانش، اون مقداری که من مطلع هستم ظاهرا یه مجموعه ای رو هم طبیعتا اینطور هست که اونا اهل باطلن، دو گردنکش و معتاد و چاقوکش، ممکنه یه مجموعه ای هم قاطی بکنن که بگن خب ببینید اینا چطور جنایت کردن، لذا این مجموعه ای که با ایشون ظاهرا حکم در موردشون اجرا شده که ان شاء الله بازم میگم واقعی نباشه، ظاهرا همشون اینطور نیستن، یعنی از شیعیان نیستن. علی ای حال ما دلمون میسوزه بر اونهایی که برای دفاع از عقیده و مذهب اینطور در حقشون ظلم میشه. ان شاء الله که ان شاء الله نتیجه خونشون زنده شدن حق، بیدار شدن ما و دفاع از حقوقشون باشه. یک بار دیگه باز هم درود بلند تک تکشون، اونهایی که حالا در دین حق هستن سلام و درود میفرستیم و ان شاء الله که به اربابانشون بپیوندن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. 2096477192398 93 راه ارتباط شما با برنامه توزیع المسائل زیر نویس هم شده، می توانید سوالاتتون رو از این طریق بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خسته نباشید، لطفاً طریقه عملی تیمم رو شرح بدید. خب ما از شما می خواهیم آقای موسوی انجام بدید تا اگر اشکالی داشته باشه من عرض میکنم. خب اول باید اون تربت رو، حالا خاک که یا سنگ یا سنگی که بله باشه انتخاب بکنید، دو دست رو خب اشکال اول انگشتراتون، انگشتر باید درآورده بشه، عینکتون باید برداشته بشه. بله خب بله که بله مانع حذف بشه به هر ترتیب، انگشترا رو در بیاریم، بعد دو دستمون رو بر روی تربت بزنیم، این انتهای دست بر رستنگای مو و چون که قسمت صورت رو پوشش بده، انگشت‌ها یه مقدار باز بشه، لازم نیست انگشت شست بسته باشه، اینه که پیشونیشون بزرگتر هست از کف دست، کنارای پیشونی رو هم با انگشت بگیرن. اگر مو خیلی بلند هست که روی پیشانی رو گرفته، موها رو بالا بزنن یا با دست بلند کنن موها رو، یا با یه چیزی ببندن که اشنگ از رستنگاه مو پایین این کف دست قرار بگیره و حرکت کنه، یه حرکتی بکنه به اندازه ای که مسح بشه. خاکمالی نمیخوایم، لذا میگن دستو که زدید اگر خاکی شده یه اینجوریش هم بکنید. بنابراین ما نمیخوایم خاکمالی بکنیم که بعضیا فکر میکنن تیمم خاکمالی کردنه، چون داره اینکه عذرخواهی میکنم این کلمه، اینکه بعضی ها میبینیم یک پارچه ای رو درست میکنن درونش خاک میاد، نمیشه ارتباط مستقیم، بله باید خاک باشه، یا انقدر خاکش زیاد باشه که وقتی شما دستو میذارید دستو رو خاک غبار بخوره. آها. گرد و غبار به درد نمیخوره. یا بعضیا دیدید فرشو میزنه کنار دستشو رو موزاییک میزنه، موزاییک حساب نمیشه، فایده نداره، یعنی سنگ نیست. اگر یه تیکه سنگ باشه یا سنگریزه باشه و دست رو اونا بخوره مشکلی نیست، یا اگه خاک باشه به اندازه که وقتی شما دستتون میزنید اون رو خاک بخوره اشکالی نداره. و بعد از اونی که برداشت رستنگاهمون، بعد تا اینجا احتیاطاً یه مقدار از انتهای بینی رو هم بگیره. بعد بعضی موارد هست که میگویند بزنید دوباره روی تربت، یا اینکه با هم مستحب به بار دوم دوباره. البته الان زدن نیست، شما بعد از اونی که پیشینی رو زدید زدن نداریم، دست بله دست رو بالای مچ میگذاریم جوری که انگشت شستمون رو هم پوشش بده تا انتهای انگشت هامون، و این ترتیب این دست رو هم به همینطور. مثلا ساعت هم اگه هست مثل ایشون یا آستین اگر اینا بره عقب کامل، پس اول بعد از زدن پیشانی، دست راست دست چپ، بعد اگر بدل از غسل هست احتیاطاً یه بار دیگه دست زده بشه، فقط دست رو دستا کشیده بشه. بسیار نمیدونم، حالا ایشالا که جوابشون رو گرفته باشن. هر کلاس آموزشی قرار باشه که منم جزو شما شاگرد این کلاس هستم. استغفرالله، خیلی ممنونتون. معذورت ما بیشتر از شما از شما خواستیم. ما خدا خیرتون بزنم. آیا وقتی که میخواییم غسل کنیم، اول که میرویم حمام قبل از اینکه بدنمان خیس شود باید غسل کنیم مثل وضوع، یا اینکه در آخر که حمام کردیم و میخواییم از حمام بیرون بیاییم غسل کنیم، کدوم صحیح‌تره؟ حتما باید قبل از غسل بدن رو پاک کنید، اون قسمتی که نجس شده بشورید، بدنتون اگر مثلا چربی چیزی هر چیزی که مانع هست برطرف کنید. بهترین وقت غسل بعد از آنی که قشنگ بدن رو شستید و آب کشیدید، بدن خیس باشه هیچ اشکالی برای غسل نداره. برای وضو هم اگه صورت و دست تا خیسه مشکلی نداره، فقط باید جای مسح یعنی سر و پا خشک باشه، بقیه اعضا بدن اگه خیسه مشکلی نداره. ولی برای غسل همه بدنم هم که خیس باشه مشکلی نداره، بلکه بهترم هست که بدن شسته بشه کامل، عرق ها از بین بره، اگر نجاستی هست از بین بره،
بدنی که بدون چربی و بدون موانع اینها هست قسط داده میشه. خدمت شما عرضم که سلام علیکم. نفس از جنس مجردات است. مجردات یعنی چی؟ اصلا این از مباحث اعتقادیه. خلاصش این که ما یک سری اشیاء داریم، اینها بسیطن، یک سری اشیاء داریم به اصطلاح مرکبن. بسیط و مجرد به یه معناست تقریبا، و اون اینه که دارای اجزاء نیست. مرکب اونی که دارای اجزاءه. حالا اجزا ممکنه اجزاء ظاهری باشه که به چشم دیده بشه، ممکنه اجزاءش به چشم دیده نشه. مثلا انسان، خود انسان مرکبه یا بسیطه؟ مرکبه، چون انسان اقلا از روح و جسم تشکیل شده، دو عضو اساسی داره، روح که دیده نمیشه، جسم که دیده میشه. جسمش مجرده یا مرکبه؟ جسم انسان مرکبه، استخوان و پوست و گوش و اعضای مختلفی داره. اما روح که جزء دیگر بدن انسانه، اون چیه؟ مجرد. خود روح مجرده. چرا؟ یک چیز بیشتر نیست. یه معنای دیگه هم داره در مجرد و مرکب. مثلا ببینید، میگن انسان از نظر منطقی ها تشکیل شده از یک جنس و یک فصل، یعنی حیوانیت و ناطقیت. این حیوانیت و ناطقیت دو جزء در حقیقت انسان. پس حقیقت انسان میشه مرکب دیگه، نه به جسمش کار داشتیم تو این تقسیم، نه به روحش. حقیقت انسان البته در نظر منطقی ها، چون حقیقت هر چیزی رو اون که خلقش کرده میدونه. اونی که این لیوانو درست کردش میپرسیم حقیقت این لیوان چیه، میگه آب است و سنگ فلان سنگه. اونی که این گلو درست کرده میگیم حقیقت این گل چیه، میگه پارچه است و پلاستیک و اون میتونه. حقیقت انسان رو اینا میگن، میگن حیوانیت است و ناطقیت، بس میشه مرکب. وقتی میپرسیم حقیقت روح چیه، حقیقت روح قابل تجزئه نیست. یعنی دو جزء نداره. میشه برای جنس و فصل درست کرد، میشه تفسیرش کرد، اما علی حال این هم یکی از معانیش است. اما عمده وقتی میگیم نفس مجرده، نفس انسان یعنی روح انسان، یعنی درون انسان را ببینیم منظور از نفسم ایشون تو سوالش چیه. اما اون نفسی که اصطلاحاً میگیم روح، اون مجرده، همونی که انسان به توسط او میبینه، به توسط او میشنوه، به توسط او فکر میکنه، همونی که توسط او شهوتش غلیان میکنه، همونی که توسط او بندگی میکنه خدا رو به اعضایش، این مجرده. بسیار ممنون، متشکرم. سوال بعدی این هستش که تشکر کردن بابت معرفی کتاب حیات القلوب. فرمودن من کتاب رو تهیه کردم، بسیار عالی بود. الحمدلله. باز کتاب امام شناسی دیگری رو اگر امکانش هست معرفی کنید، مثلا منتهی الاعمال خوب است یا خیر؟ منتهی الاعمال کتاب تاریخی امام شناسیه. شما اگر بحث استدلالی میخواید، کتابای مثل حق الیقین شبه، کتابی مثل عقاید امامیه، کتابی مثل باب هادی عش، که اینا یه مقدار علمی و سنگین هست و نیاز به درس گرفتن داره. اگر خودتون ترجمهشو خوندید و متوجه شدید که بهتر، اگر نه حتما استاد بگید، که معمولا انسان تنهایی تو اینجور مباحث خیلی به نتیجه نمیرسه. این کتابهایی که در باب امام هم سخت میشه دیگه، خسته کننده. و همچنین اصول کافی که کتب روایی دیگه در بابت امام شناسی خیلی روایت داریم، خود بحار. بنابراین تو این وادی چون یه مقدار سخت و سنگین هست، حتما باید انسان تو دروس اساتید شرکت کنه، استاد خوبی پیدا کنه، ازش بخواد احادیث اصول کافی را یا بهار رو بیاره راجع به امام شناسی برامون صحبت کنه، یا یکی از این کتابایی که خدمتتون عرض کردم. بسیار ممنون، متشکرم. سوال پرسیده شده که اگر شخص یک سال بدون طلاق از شوهرش جدا زندگی کند، باز هم باید عده نگه دارد پس از طلاق؟ بله. عده طلاق ربطی به ارتباط زناشویی نداره. درسته که یکی از حکمت‌هاش این است که اگر هم فرزندی در رحم هست، بعد از این 3 ماه مشخص میشه. اما اگر ارتباطی هم نداشتن، باز هم باید عده طلاق رو نگه دارن. بله، در بعضی از موارد مثل یائسه، مثل کسی که بچه بوده، یعنی صغیر بوده، خب در مورد اونا وقتی طلاق اجرا بشه دیگه نیاز به عده نداره. اما در غیر اینها حتما باید عده نگه داشته بشه، ولی فاصله زیاد بشه. خب نیمه دوم سوالشون رو هم پاسخ فرمودید شما، چون عده برای چه مواردی است؟ آیا فقط به خاطر مسائل زناشویی یا موارد دیگه رو هم شامل میشه که فرمودید؟ حاجی رفعتی سلام. بنده حقیر علاوه بر فراگیری احکام، دوست دارم اطلاعاتم در زمینه امام شناسی و اخلاق و شناخت روح و عالم برزخ و قیامت هم از منظر جناب عالی کسب معرفت کنم.
شما خواهش می‌کنم به خاطر امیرالمومنین لطف بکنید در این روابط هم در این موضوع ها هم صحبت بفرمایید. انشاءالله ما به مناسبت های مختلف بله ما به مناسبت های مختلف این کار انجام میدیم، اما از اونجایی که نمیشه تمام اینها، مثلا حدود الان سال دوم داره تقریبا میگذره که احکام و فرصت هایی که پیدا میکنیم ما هر روز و هنوز به نصف نرسیدیم، یعنی چیزی از احکام هنوز گفته نشده. بنابراین چون خیلی وسیعه، اگه انسان بخواد عقاید و اخلاق هم بهش اضافه بکنه، یعنی روایاتش رو، خیلی زمان بر خواهد بود تا اونجایی که بشه مجموعه جمع بشه. ولی میبینید از مناسبت ها استفاده میشه، از احادیثش خدای موسوی هم زحمت میکشن گاهی اوقات از این احادیث میخونن استفاده میشه. بنابراین اجمالا اگر میخواید تو اون مواردی که سوال فرمودید، خصوصا قیامت و برزخ و قبر، معلومات پیدا کنید، که از زیباترین کتابهاش که مؤثره تو این زمینه بازم به قلم شیخ عباس قمی منازل آخره است، که خیلی ما تاکید میکنیم حتما این کتابو داشته باشید و بخونید. بسیار ممنون و متشکر از راهنماییتون. سوال پرسیدن که حکم موی گربه در لباس نمازگزار چیست؟ اگر موی گربه بوده باشه جز مبتلاته، اینا قبلا هم اشاره کردیم، خونگی و غیر خونگی فرق نمیکنه. بله موی گربه در بدن و لباس نمازگزار یه دونه موشم که بوده باشه نمازش باطل خواهد. بعد اگر ندیده بعد از نماز دوباره باید اعاده کنه نماز چون مبتله. بسیار ممنون. سلام علیکم، خدا به همه شما عزیزان توفیق بدهد. سوال بنده از حضرت آقا این هستش که هر سال ده محرم کربلا مشرف میشه و مقدار خاک زیر پای عزاداران تویرج رو جمع میکنم میارم ایران برای تبرک توی قبر میت میریزم. بعضی از دوستان میگوین این خاک نجس است، برای اینکه صبح غمزنی کردن و خون با این خاک مخلوط شده. آیا این حرف صحیح است یا نه؟ اولا اینی که ما اینجا دیدیم این که موکتی هست روش روی خاکا انداخته میشه که معمولا خون رو اون موکت ها میگیره به خاک نمیرسه. دوما اگر با چشمتون خون رو دیدید تو خاک، اون مقدارش که خونی هست بگذارید کنار، خاک مثل آب نیست که نجاست رو سرایت بده. اگر خون به چشمتون دیده شد، رنگ این خاک پیداست، طبیعی نیست، رنگش عوض شده اون قسمتی که، و اگرم شک کردید پاکه، بقیهش هم که چیزی نمیبینید هیچ مشکلی نداره. بسیار. سوره دخان منظورش چیست و آیا اگر برای گذشتگان بوده چرا در قرآن آمده و به ما رسیده؟ حالا بزرگوار نمیدونم چرا سوره دخان، حالا مثلا پرسیدن سوره یوسف که یکی از سوره های قرآنه که سر تا سر قصه است و قصه حضرت یوسف علیه السلام، میگفتیم چون در قصه حضرت یوسف خیلی درس ها هست، آخر اون سوره هم بعد از این قصه مفصلا از طرف خداوند بیان میشه، اینطور که تو ذهنم هست لقد کان فی قصصهم عبره، یا مضمون این آیه شریفی که خلاصه این درس ها رو که داریم برای شما میگیم برای عبرت گرفتن شماست، فقط یه قصه نیست که وقتتون با اون قصه پر بشه. در قصه حضرت یوسف علیه السلام علی نبینا و علیه السلام قصه های زیادی هست برای شما و کم و بیش پیداست، آدم میشنوه متوجه میشه که چجوری باید زندگی کنه. سوره دخان یه مقداریش تاریخ گذشته هاست، پر از درسه، یکی از سوره های واقعا بسیار زیباست. یعنی اگر شما خودتون اهلش هستید که انشالله هستید، یه استادی رو دعوت بکنید بگوید برای ما سوره دخان رو تفسیر کن، ببینید چقدر زیباست، چقدر مطلب هایی به درد بخوره الان شما از تو این سوره براتون در میاد. بله واقعا به روزه هم که شما میفرمایید. بنابراین اون مقدارش هم که تاریخ از گذشته ها هست برای درس گرفتن و عبرت، فقط تاریخ گذشته ها نیست، تاریخ دائما داره تکرار میشه. اگر فرعون طغیان کرد، اگر یه عده مقابل انبیا ایستادن، الان هم هست، سعی کنیم از اونها نباشیم. بسیار عالی، من ممنون، خدا خیرتون بده. قطعا قرآن به عنوان راهنمایی اومده، چیزی که مضمون خود روایات و آیات رو هم داریم، به صورت داستان قصص اومده، حالا چه در زمان گذشته در زمان روز، تا ما بهره بیشتری ببریم و با لذت او رو بخونیم و درس بگیریم. راهنمایی کردن این نیست که همیشه بگن آقا این خط بگیر برو دنباله. یه داستان میگن از تو دلش خلاصه اهل تفکر به قول معروف دریافت میکنن، و مضمون بر همینه که تدبیر بکنیم و بیندیشیم در آیات قرآن. خدا خیرتون بده، ممنون و متشکرم. از شما بینندگان هم کمال تشکر دارم که تا این لحظه با ما همراه بودین، خدا خیرتون بده، براتون دعا میکنیم، شما هم ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. یا علی مدد. نفرمایید.